در به دیوار، داستان کوتاه از اکرم عثمان. هوا گرگومیش بود. چند تا خروس و ماکیان سیاه و سفید در یک صف روی زینه چوبی خوابیده بودند و گربه سیاهی ملالاور و غمناک میو میو میکرد و شیشه سکوت ژرف و سنگی را میشکست. حبیب که تازه از کار برگشته بود از چاه دلو آب بالا کشید، دست رو تازه کرد. مادرش آن طرفتر چون مجسمه مات و مبهوت ایستاده بود و بر سبیل عادت به هیچ چیز توجه نداشت. حبیب صدا زد: مادر. مادر بی خودانه جواب داد: جان مادر. حبیب پرسید: امشب چی داریم؟ مادرش باز ناخودآگاه جواب داد: جان مادر. حبیب کنایه آمیز شکفه کرد: مادر، من از دیمه پرسم، تو از درخت ها جواب میدی. مادرش حرفی نزد، انگار چیزی نشنیده است. حبیب با کم عتاب صدا زد: مادر جان. مادر جتکه خورد، حریر چورت هایش پاره شد، مثل این که از خواب عمیقی پریده باشد پرسید: ها ها جان مادر، چی میگی؟ حبیب فهمید که مادرش حال هوای دیگری دارد، نزدیک آمده سوال کرد: مادر، چی ماتم باریده؟ چی ریخته؟ چی شکسته که گپ نمیزنی؟ مادر تا خواست چیزی بگوید چشمش به هلال کمرنگ افتاد که از لابلای شاخه های یگانه درخت توت وسط حیات همسایه پیدا بود. بی محابا فریاد زد: اله حبیب جان، او بیار. حبیب شتابان به سوی آشپزخانه دوید و با آب گردان آب پاکی برایش آورد. دید مادرش چشمها را به کلی بسته است و نمیخواهد به کسی نگاه کند. حبیب حیرت زده صدا زد: مادر، بگیر آوردم. مادر آبگردان را با لمس و تماس انگشت ها پالید و دو دستی قایمش گرفت. سپس چشم ها را بر روی آب زلال گشود و نیازهای زیر لب راند. در این اثنا آذان ملا که خدا را به یگانگی می ستود بلند شد. مادر حبیب به کف های دستش نظر کرد و کلمه شهادت را خوانده گفت: حبیب جان، روی تالیت وا کردم، ما توده او دیدم، روشنی میشه، خدا تو را عمر و روزی میته و دمراد میرسانه. بعد از آن سر پسر را به سینه فشرد و دستی به موهایش کشید، اما نامنتظر چشمش به یگان تار موی سفیدی افتاد که اینجا و آنجای شقه های حبیب رویده بود. با نیمه فریادی گفت: وای، نه زن نه اولاد، ناخورده نابرده و چین پیر شدی، خاک به سرم شد. حبیب گفت: خدا نکنه مادر، چی شده؟ مادر جواب داد: سر توام مثل سر مادرکت سفید شده، توبه خدایا، ای چی وقت و زمانی است. حبیب سر بلند کرد و با هر دو دست شانه های مادر را که از او بسیار کوتاه‌تر بود قائم گرفت و غرور آمیز گفت: مادر، این مویا داسیا سفید نشده، از بیدا خویست، از دود چراغ خوردن و سبق خواندن است. مادر، مرد تازه آمد نبینه مرد نمیشه. مادرش گفت: هان بچه میفامم، شکر خدا که تو مرد استی، مگه ما وقتی که دفعه اول موی سفیده در سرم دیدم گریه کدم. حبیب تکان خورد، از مادر رو برگرفت، قدمی دورتر رد، عقده تلخی بیخ گرویش را فشرد، خواست فریاد بزند، وای های گریه سر دهد، ولی اشعار به شکیب نشد و با این بیت شاعر طفره رفت و غم غلط کرد: موی سفید را فلکم رایگان نداد، این دشته را به نقد جوانی خریدم. اما مادر بیت را با چنان تبسمی بدرقه کرد که گویی کف دست حبیب را خوانده است و می داند که او خود را با گزافه و لاف بسیار بزرگتر از آنچه هست جلوه داده است. هر دو
و سرحد سکوت رسیدند. اگر گفت بیشتر گفته می شد شاید پرده از راز می افتاد و سوکی برپا می گردید. حبیب مطلبی را که باعث آزار بوده عوض کرد و گفت: مادر، حالی یک گفت دیگه، یک چیز دیگه بگو. مادرش گفت: بچه من چی گفت بزنم؟ از کنجای خانه؟ من دیگه پوده شده، من مرغ کور هستم، مرغ کور عبشور. در این فرصت صدای ساز و سرنا و قیل و قال از خانه همسایه بالا گرفت. آن سوی دیوار محفل عروسی دختر همسایه برپا بود، دختری که حبیب دوستش داشت و هرگز به کسی نگفته بود. حبیب اشاره به خانه همسایه پرسید: مادر چه خبر است؟ مادر جواب داد: هیچ، عروسی لیلاست، ما را خبر نکردند، ما را سیال خود نمیگیرند. رنگ از رخسار حبیب پرید، مثل گچ سفید شد. با خود گفت: یک کلمه و دیگه هیچ، براستی که عروسی لیلاست به ما چه؟ اما مادر متوجه حال حبیب نشد، او خود به گذشته برگشته بود، به روزهای قدیمی که کم کم به یادش بود، به یاد 45-47 سال پیش افتاد، به یاد طلبگار بقره بسر و دلاخ و پاکه هر شام دیگر می آمد و آرزو می کرد پسرش را به غلامی قبول کنند. پس آنتر صدای باج خانه و دنگ و دول در گوشش تنین انداخت که پیاپیش در حرکت بود و فامیل داماد عروس زیبایشان را شهرگشت کشیده بودند و عده زیاد زن و مرد و کودک سوار بر گادی‌های کهنه و نو او را تا خانه بخت بدرقه می‌کردند. پس آنتر لحظه از خاطرش گذشت که نخستین بار پا بر لخک دروازه خانه داماد گذاشت و خرامان خرامان از غلام گردش گذشت و وارد حصاری شد که گمان می برد منزلگه مراد و سرای خوشبختی است. باز هیاهوی پشت دیوار شدت گرفت و مادر و پسر به خود آمدن. مطربی آهنگ قدیمی جانان اگرم قدت به گل میمانه را با صدای جان پروری میخواند و مادر حبیب رو به پسر کرده گفت: بچیم، قدیما بعد از جانان اگرم میخواندن خواران و برادران مرا یاد کنیم، تابوت مرا ز چوب شمشاد کنیم، تابوت مرا قدم قدم وردارین بر خاک سیاه بانین و فریاد کنین. حبیب پرسید: باز چی میخواندن؟ مادرش با زهرخن جواب داد: باز میخواندن جانان اگر که قدت و گل میمانن آستابرو ماه مان آستابرو. حبیب گفت: عجب دنیای. مادرش گفت: آن بچه، ای کار قلمزن است، قلمزن سیاسره سیاوخ ساخته، عروسی اول داره و آخر نیم. حبیب گفت: حق گفتی مادر، براستی که صدای دول از دور خوش است. آن وقت به یاد پدر افتاد، به یاد پدر که سه چهار بار آن هم بر سر گذر و سر چهار راه سلامش را سرد و سر بالا جواب گفته بود و دستهای آزرده مادرش نظر کرد و دستهایی که با یک عمر سوزن دوزی جارو کشی آشپزی و رخشویی پسر را نان داده بود تا طعن مادرنده را کمبود پدر را حس نکند. از ناچیزی و حکارتش و سختی شرمید و جبینش را در پای دیوار چنان سایید که گویی از فرط عجز بلابه و آستان بوسی افتاده است. مادرش دود ترک میگریست. حبیب نخواست با گپهای بی اثر جلال غصه های او را بیالاید و جلب سرشک هایش را بگیرد. فکر میکرد این سرشک ها گرانبها میراث هزاران زن ستم دیده است که چون گل بیبها در انگشتان هوس‌آلود مرد پرپر شده اند و باید مادرش آنها را گرامی بدارد. صدای هلهله زنها که عروس را به حوصله می بردن به گوشش رسید. طوفانی در دلش برپا شد و حسرت آخرین دیدار سراپایش را با آتش کشید. به تقلا افتاد تا دیده به دیدار لیلی روشن کند، اما دیوار چون سد اسکندر حائل بود و با خروارها خشت و گل و سنگ بین آنها خط کشیده بود. با خود نالید: چه زمانی که مجنونش پشت دیوار پیش پای معشوق می‌میرد و لیلایش بی خیال شانه به شانه دیگری می خرامد. سرش را به شدت تمام به دیوار کوبید و با ناخن کین کاگل‌ها را خراشید، ولی هیچ طرفی نبست. فهمید
که دیگر آخر کار است و زندگی برنجش نمی‌آید. چشمش به شاخه تناور درخت افتاد و برای حلقه دار مناسبش یافت. اما ناگهان مثل الهامی از غیب درزی در نظرش آمد که از پیزاره تا پرچال دیوار دویده بود. گمان برد اشتباه بصر است، اما نه، دیوار به واقع درز برداشته بود و چنان می نمود که گوی عمرش به آخر رسیده و دیگر دید نمی پاید. شکست حصار را به فال نیب گرفت و با خود گفت اکنون که حاهل ها و حصار ها فرو می ریزند، دیگر زندگی به بودنش می ارزد و دیگر نوبت نوبته.